خانی درنیدن کو سلامون او خیچاری خوشالم چی بیا یو زل بیا زفرین خوزم د خبرو اترو لخبرونه سره تاسو په چوپړ کیم د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پاکستان د امریکا او نړیوال ټولنې تر سخت فشار لاندې دی او څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په یو نصفي سفر پاکستان ته لاړه او پر پاکستانی چارواکو یې فشار راوړ چې په پایله کې اوس پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د طالبانو او القاعده پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. دا چې دغه پوځي عملیات به څومره اغېزمن وي د افغانستان او سیمې پر امنیت به څه اغېز وکړي دا هغه پوښتنې دي چې د خبرو اترو په نننۍ خپرونه کې به یې د ملي دفاع وزارت ښاغلی جنرال محمد ظاهر عظیمي راته ځواب کړي. جنرال صاحب خپرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې جنرال صاحب تاسو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ لخوا پیل شوي عملیات څنګه ارزوئ؟ منم یاد خدا همونطوری که شما و بینندگان اطلاع دارن اولین بار است که پاکستان بالای وزیرستان شمالی عملیات آغاز میکنه. شروع از این عملیات میتونه یک فال نیک باشه. ما با عنوان وزارت دفاع ملی افغانستان از این عملیات استقبال میکنیم، اما روند عملیات، چگونگی اجرای عملیات، دستاوردهای عملیات و نتیجه که نهایتاً برمقان میاره این انتظار میکشیم تا ببینیم که در پایان چقدر میتونه تأثیر بگذاره رو مسائل امنیتی در سطح منطقه. همونطوری که باز میفهمین بیشتر تهدیدها که متوجه افغانستان بوده از سوی وزیرستان شمالی است و وزیرستان شمالی به مسابقه یک مرکزی برای تولید و تمویل و تجهیز و پلانگذاری و رهبری دشت افکنی در افغانستان هست. به ویژه که عملیات های بسیار پیچیده و مهمی که در کابل از لحاظ دشت افکنی و تروریستی انجام شده، مثل سرینای کابل و مثل پیشروی های صف یا سفارت این و همه عملیات ها در وزیرستان شمالی پلانگذاری شده. در گذشته پاکستان عملیات های در وزیرستان جنوبی داشت. دشت افکنار شما به پاکستان باید به دو قسمت تقسیم کنند. از دید پاکستان یک قسمت دشت افکنایی که در وزیرستان جنوبی هستند، در خیبر جنسی و در بعضی نقاط دیگه هستند، اونا علیه پاکستان هستند و بیشتر عملیات ها متمرکز بوده به ایساخان. دشت افکنایی که به وزیرستان شمالی هستند، باز اینایی تو فکر میکنن که اینا بیشتر منافع دراز مدت پاکستان تامین میکنن، یعنی بیشتر علیه کشورهای منطقه و افغانستان هستن. چون این آغاز میتونه یک گام مثبت باشه و ما امیدواریم که نتایجش هم بتانه هم ما و هم جامعه جهانی طور قانع بسازه که ما باور کنیم که میتونیم به عنوان جنرال صاحب لکه تاسو څنګه ویلی چې په شمالي وزیرستان د حقانی شبکې د نور وسلوالو ډلو تر څنګ د حقانی شبکې یو ځانګړی او مهم مرکز دی. اوس پاکستان هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، خو پاکستان له دې نه وړاندې هم دوه مخه سیاست چلولی دی، دوه مخه رول یې چلولی دی په عملیاتو کې، په سیاست کې او په د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې. څه فکر کوي، څه ضمانات شتون لري چې اوس هم پاکستان بیا هم دوه مخه یې توب ونه کړي؟ یعنې هغه څوک چې د پاکستان په خوښه یې هغه پرېږدي او هغه څوک چې د پاکستان په دښمن یې هغه وژني. هیچ تردیدی نیست که در گذشته ها همیشه یک بازی دو طرفه بوده. همونطور که عرض کردم، ما واجه دشت افکن نسبت به تمام دشت افکن ها استفاده کردم، یعنی چی کسانی که در پاکستان دست به حمله این تئوری میزنن، چی کسانی که به افغانستان دست به حمله این تئوری میزنن و یا به هر جای دیگه، اینا همه تروریست ها هستن. از دید از اونا، اینا دو گروه بودن. یک گروهی که میتونست منافع استراتژیک و دراز مدت پاکستان تامین کنه از لحاظ امنیت منطقه‌ای، چی در ارتباط به هند، چی در ارتباط به عمق استراتژیک در افغانستان، و یک قسمت امنیت خود پاکستان تهدید میکرد که بیشتر عملاتشان مال پاکستان بود. امروز که فرصت پیش آمده، ما میخواییم از دید مثبت نگاه کنیم به طرف قضیه. به خاطر هست که بگیم به فال نیک میگیریم، استقبال میکنیم، اما برای اعلام موضوع نهایی خود منتظر میمونن که چگونه عملیات انجام میشه، با کیا برخورد میشه، کیا از بین میرن، چقدر این مراکز نابود میشه. بازو وقتی هست که ما موضوع نهایی خود اعلان میکنیم. پر پاکستان در امریکا در فشارون سره سره لدین اولان در پاکستان در اصلی پوزی عملیات که خپل مخالفین وجیل یا نیولی دی، اغا چوکت پاکستان خلافو
څه فکر کوي چې اوس به بیا هم د هغه څه چې نړیوالې ټولنې ترې نغوښتي هغه یې سرته نه وي رسولي څه فکر کوي چې اوس په دغسې عملیاتو کې به د نړیوالې ټولنې غوښتنې شاته وغورځول شي دغه سناریو بیا تکرار شي که نه خب ما امیدوار هستیم که اون سناریوهای قبلی تکرار نشه انتظار ما یه هسته که با توجه به اوضاع فعلی با توجه به جوی که ایجاد شده با توجه به اینکه بن لادن در یک نقطه اساس پاکستان کشته شده برخورد پاکستان طوری باشه تا بتونه هم قناعت ما و هم جامعه جهانی را به وجود بیاره در اوسنی عملیات سره دی چې اسامه بن لادن وژنې ثابته کړه چې پاکستان د نړیوال د تراګور یو ملاتړی هیواد دی دغسې عملیات به افغان دولت او نړیواله ټولنه قانع کړی شي چې تر څو هغه باور چې په پاکستان درلودو او اوس یې لاسته ورکړی دی پاکستان هغه باور د افغان دولت او د نړیوالې ټولنې خپل باور خپل کړي باید انتظار بکشیم ببینیم نتیجې عملیات چی میشه گذشته ها طوری برخورد شده روش ها طوری در منطقه بوده بازی های دو جانبه و چند جانبه طوری اتفاق افتاده که بسیار مشکله که شما قبل از نتیجه اعلام موضی کنیم باید ما انتظار بکشیم آنچه که میتونیم ما بگیم به عنوان وزارت دفاع ملی این است که ما آغاز عملیات در وزیرستان شمالی استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که نتیجه طوری باشه که ما را قانع بسازه برای قضاوت نهایی و ما زمان ضرورت داریم که نتایج نهایی را دریافت کنیم پاکستان با دغه سی عملیاتو په کولو سره دا ثابته کړي چې دی او پاکستان رښتینی غواړي چې تراګر له منځه یوسي یا تر هغه خلک چې تاوتریخوالی رامنځته کړي هغه له منځه یوسي او که بیا به هم د څو مظلومو خلکو کورونه وران کړي او امریکا او نړیوال ټولنې ته به هسې په نوم وښیي چې موږ عملیات کړي دي څه فکر کوئ چې د تراګرۍ پر وړاندې د پاکستان دریځ او موقعیت بدل شوی که نه وزیرستان عملیات په دې هیله ګڼی چې یو مثبت عملیات اوسي تاسو امیدواري لرئ خو پاکستان دا عملیات په خپل زړه نه ترسره کوي وروسته له هغې ترسره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ورځي اول ته په پاکستاني چارواکو فشار راوړي څو وکولی شي چې د ترهګرۍ پر وړاندې یوه رښتینې مبارزه وکړي هغه څه چې یا هغه عملیات چې د فشار په وسیله کېږي آیا پایلې ښي تاسو په دې اړه څه تبصره کوئ پاکستان در شرایط قرار گرفته که باید جامعه جهانی قانع بسازه از این گفتگوهای علنی که بگذاریم اوضاع پاکستان طوری است که وابسته به حمایت و کمکهای ایالات متحده امریکا است و هیچ کشور جانشین ایالات متحده امریکا برای پاکستان نخواهد روابط چین با ایالات متحده امریکا به حد گسترده و پیچیده است که این روابط و این منافعی که در این روابط نفته است قربانی روابط با پاکستان نمی کنه این شکل روابط روسیه با پاکستان روسیه با امریکا به حدی منافع داره تا باز فدای روابط با پاکستان نشه و در این زمان هر دو کشور چین و روسیه می دانن که تعدید معنی های چی در مناطق مسلمان نشین چین و چی در آسیای میانه از لحاظ تروریستی منبع ازی در پاکستانه نقطه سوم که بسیار مهمه در جریان جنگ افغانستان میریدن 20 میلیارد دلار ایالات متحده امریکا به پاکستان کمک کرده 20 میلیارد دلاری که به پاکستان کمک کرده پول مستقیم به دست پاکستان رسیده درسته که مبلغ مشابه یا کمتر بیشتر به افغانستان آمده اما این قدر کانال های مختلف تایی کرده که تا به افغانستان رسیده فیصدی بسیار پایین ازی به افغانستان آمده لذا هیچ کشور نی چین و نی روسیه در جایگاه نیست که بتانه این منابع ملی برای پاکستان تأمین کنه و از طرف دیگه دنیا بسیار سریع میتونه تصمیم میگیره به خاطر تأمین امنیت سلاح استراتژیک یا سلاح اتمی پاکستان لذا تمام این جنجال های مطبوعاتی را شما میبینیم تمام این سفرها یک نوع برخوردهای سیاسی و سمبولیک است در واقع از یک طرف امریکا و پاکستان احتیاج داره به خاطر حفظ و تامین امنیت سلاح استراتژیک و از یک طرف هم پاکستان به امریکا نیاز داره به خاطر امریکا نمیخوایم این نتیجه رو بگیریم که
ناچار هست پاکستان که به مقابل فشار ایالات متحده امریکا او خواسته هایشان عملی بسازه. در حال حاضر پاکستان در شرایطی است که بیشتر پاکستان باید کوشش کنه که اعتماد سازی کنه در سطح بین المللی و این اعتماد سازی هیچ گاهی به دست نمیه مگر ای که عملیات به وزیرستان شمالی کشیده شد. عملیات پس سمبولیک بنا ولی که او رختینی عملیات ببین آیا بیا با امریکا تا پدی سمبولیک وقت گذشته که دیگه شما عملیات سمبولیک کنید با افغانستان از این کسانی که میکشن به وزیرستان شمالی تعلیم و تربیه میبینن و همه اینا قمانده خود رهبری خود پلانگذاری خود انتقالات اکمالات خود از پاکستان میکنن. دیگه جامعه جهانی تحمل نمیکنه این وضعیته به خصوص با افشای از این که هیچ دلیلی دیگه وجود نداره که پاکستان بگه که رهبران القاعده طالبا و شبکه های مختلف پاکستان نیستن. یگانه راهی که باقی میمونه ایست که اعتماد جامعه جهانی توسط این عملیات صادقانه کچیر دغه عملیات صادقانه نه وسی سمبولیک بڼه ولري لکه تیر سیر بیا به د نړیوالې ټولنې او امریکا غبرګون له پاکستان سره څه وي؟ اولا که فشار هوایی ایالات متحده امریکا در ساحه بسیار شدید شده نسبت به گذشته از لحاظ تیارات بدون سرنشین. ثانیا بیشتر اعضای کنگرس امریکا مخالف کمک ها هستند. اگر پاکستان صادقانه برخورد نکنه و اگر ثابت نکنه که این عملیات موفقانه انجام شده و ما تانستین همونطور که خواست بین‌المللی باشه در فیصدی معینی این عملیات انجام بدیم با بازی کمک های بیش از 3 میلیارد سالانه ای به خطر میفته و اگر این کمک به پاکستان نرسه از لحاظ اقتصادی پاکستان در وضعیتی است که از درون انفجار میکنه، یعنی از بافت قومی و بافت اجتماعی که پاکستان داره همیشه در حال انفجاره. افغان دولت دغه سی عملیاتونه دغه شمالی وزیرستان کې پیل شوی عملیات دي دینه ستم او هیله لري تراکوی مویی هسته که پاکستانی تصور کنه که داعش تفکنی تروریزم و القاعده یک تهدیدی هست منطقه. اگر یک روز به کابل انتحار میشه فردای به اسلام آباده، اگر یک روز به قندار انتحار میشه فردای به کراچیه، اگر یک روز به یک ولایت دیگه افغانستان میشه اگر. پس همین تهدید مشترکه. یگانه راه حل رفع از این تهدید یا برداشتن این تهدید یک همکاری صادقانه است، یک روابط دوستانه که ما در امی راستا کار میکنیم که در افغان دولت غوښتنی برآوردن شلیدی عملیاتونه بیا باید پایلیسی کی؟ بسیار زود کال ما صحبت کنیم، منتظر میمانیم که چی نتیجه میده سر یک نتیجه کمیز ما به دستان داریم که چیری اون نیشی مثلا عملیات سمبولی که بان اخفلات در مانشو یک تلیلگر سر اما وادر بحث میکنه اما ما سر واقعیت ها صحبت میکنیم، منتظر میمانیم تا نتیجه رو ببینیم. اگه نتیجه خوب بود میگیم خوب است، اگه متوسط بود متوسط، اگه نتیجه باز بازیگیری بود باز برای شما خواهد گفتیم که مثل گذشته یک بازی دوجانبه شده. امریکا و نړیوال ټولنه له دې عملیاتو نه څه غوښتنې لري ستاسو له نظره؟ او که یې غوښتنې برآورده نه شي بیا به د هغوی غبرګون کمیس نابودي مراکز تولید تمویل دهشت افکنی برداشتن مراکز این مراکز نابودی سران دهشت افکنی در اون ساحه اگر این کار نشه فشار افزایش پیدا میکنه، کمک ها قطع میشه، با افزایش فشار و قطع کمک ها پاکستان واقعا به بوران واقعا امریکا غواری که چیز در اقوی غختنی برآوردن شی پاکستان فرد قطعا سربازه امریکایی کشته میشن، سربازه اروپایی کشته میشن، اعضای ناتو کشته میشن، قطعی است. وضعیت افغانستان گره خورده به وضعیت جامعه جهانی. طبعا ارکل چې په وزیرستان کې لکه په سواد کې چې عملیات پیلېږي مخکې په نورو سیمو کې چې قبایلي سیمو کې چې پیلېږي طالبان له هغې خونه له پولې دې غاړې راوړي او چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي دي او شمالي وزیرستان د حقاني شبکې د نورو وسله والو ډلو تر ټولو خوندي مرکز دی. طبعا طبیعي خبره ده چې له هغې خونه طالبان راوړي دراګر راوړي دې خونه به بریدونه زور واخلي لکه څنګه چې اوس زور اخیستی دی. ملي دفاع وزارت څه په پام کې لري د دغه طالبان د راوښتو د مخنیوي لپاره؟ خب ابتدا که ما باید بگیم که کار وزارت دفاع نیست، یک کار مشترک ما و جامعه جهانی پلیس امنیت ملی کل نیروهای امنیتی افغان به حمایت جامعه جهانی است. ما نسبت به دو سال گذشته که کدام عملیات میشد با عملیات به سواد یا با عملیات به خیبر جنسی یا به هر نقطه دیگه در وزیرستان جنوبی فشار بالای افغانستان می آمد که اقتدار زیادی می آمدن به افغانستان و ما این ظرفیت نداشتیم که این فشار کم بسازیم به خاطر که مناطق زیاد ما به اختیار نداشتیم.